ازیز درود به شما باشه من سعید هستم و این کتاب اونیزیش ارتقای هستش ما اینجا مبحث جدیدی رو شروع میکنیم مثل همیشه قبل از این مبحث شروع بشه یه توضیح کوتاهی در مورد پلیلیست بدم و اینکه اصولا کار با کتاب چجوری من در واقع چجوری با کتاب کار میکنم و چه چیزی انتظار شما رو داره خب الان که رسیدیم به مبحث آخر به مبحث چهار ده چهار و ده هستش پیه پونکت سین ریلیگیون میریم یه تعلیمات دینی یاد بگیریم آخر کلاس آخر درس بریم سراغ تعلیمات دینی یه ذره اعتقاد و عقایدمون محکم بشه من سیستم کار اینجوری هستش اینها خب جملاتی هستش که گفته میشه یا باشه هستش که یکی به یک کتاب کار کرده و من اینها رو با سعی میکنم یک دونه جمله سینونیم درست کنم یا این جمله یک جور دیگه بیان بکنم که کتاب نوشته که شما یک آلترناتیو داشته باشین حداقل حد و بعد هم اگه مسائلی به ذهنم میرسه حالا مترادف کلمات توضیح بیشتر برای کلمات هستش گاهی هستش که غیری وندونگ هستش اصطلاحات به خصوصی هستش ممکن یک ضرب مثل باشه مثلا بگم که خب در زندگی روزمره به کارتون بخوره ولی خب سعی میکنم در چارچوب این جمله بمونم و اینکه یکی یکی کار میکنم خب ممکنم هستش که چه میدونم یک مقدار راجع مسائل حقوقی مسائل نمیدونم فرهنگ آلمان این چیزا هم بگم واسهتون که مثلا فلان جمله چه میشه چ... کجا میشه گفت کجا نمیشه گفت بیشتر واسه چیه کنورزاسیون شما هم قوی بشه یعنی که اگه میخواین هم شریفتش پوشون هم موندش پوشون بدید داره بتونید از این جملات و کلمات استفاده بکنید ویدیو ها هم که پشت سر همه من شروع میکنم از یک دو سه چهار همجین میرم پایین تا اون صفحه تیتر ویدیو هم توی یوتیوب به همین سبک هستش نمیدم اونی زیشت غای 270 مثلا آن میون زایت 224 بعدش ویدیو اول دوم سوم چهارم و بعد اینجوری اینا پشت سر هم هم ضبط میشه طبق حالا تاریخ ضبط هستش شما اگه پلی لیستتون اونجوری تنظیم بکنید یا اینکه تنظیمات یوتیوبتون جوری باشه که پشت سر هم بیاد یکی یکی میتونید اینا رو ملاحظه بکنید و درسته یکی یکی بالاخره برید جلو اوکی این از این آها من میخواستم بگم از از تمرینات عقب نمونید تمرینات رو حتما انجام بدین خیلی مهم هستش من تمرینات رو دیگه انجام نمیدم واسهتون زیاد گراماتیک هم صحبت نمی کنم چون که فکر می به که بیت دیگه حداقل هستید گرامر آلمانی رو بلدید وقت رو گرامر تلف نمی کنم بیشتر سینونیم و ورچاست اوکی دان فنگ مال نیشت

dem angehören At mit dativ kommt es immer mit der angehören dativ miyadash okay einer person eine einer glaubensrichtung angehören okay mi knapp ein drittel der deutschen gehören der katholischen kirche an taqriban 1/7 المانیا متعلق به کلیسای کاتولیک هستند religionsgemeinschaft به معنی جامعه مذهبی یا تعلق مذهبی هست. از religion angehörigkeit هم میشه گفتش بهش یا glaubensgemeinschaft glauben به معنی باور هستش اعتقاد gemeinschaft جامعه ای یا گروهی که ما من در داخل اون به یک چیزی اعتقاد دارم. also glaubensgemeinschaft میشه گفت یا religious zugehörigkeit میشه گفت. اوکی؟ حالا ما این جمله اینجوری میگیم میگیم اندر میتگلیدر سال در ریلیون از گمسن از دویستان این ایوویگن کریستلیش گپریگتس لند. ما بخوایم طبق طبق اعضای اون جامعه مذهبی بخوایم اندازه گیری بکنیم اگه طبق اون بخوایم مسئله رو اندازه گیری بکنیم یا نگاه بکنیم از مسن یه مسن از اندازه گیری میاد آلمان هستش ای ویگن با ویگند با اکثریت با قالب بر یقین بیشتر ای ویگن. ویگن یعنی وزن کردن میشه از ای که یکی اضافه وزن داشته باشه از ای ویگن ویگند میاره ویگند یعنی بحث کردن خلاصه به وزنش میره بالا وزنه کریسلیشت وزنه مسیحی ها میره بالا اما کریسلیشت یه پریگ تسلن پریگن حکاکی شدنه دوست این ایس کریسلیشت یه شده تاثیر گذاشته شده پریگن من پریگت این منسه این این منسه یه پریگت بردن چنان حق شده که دیگه عقب عقب جلو نمیره عوض بشون نیستش از کم فون پریگن یه خیلی خوب خلاصه‌خواییم به طبق اعداد و آمار نگاه بکنیم دوی آلمان بیشتر مسیحی هست صرف کاتولیکش رو ببینیم این 2022 بتروگ دی آنزالت میتگلیده رومیش کاتولیشن کیرکه روند 20.9 میلیون این در سال 2022 بتراگن بتروگن نای بتراگن نای اصلاً یادم نمیاد قالب نه قالب نه که میگن بالغ بالغ ببخش قالب بالغ <applause> سال 2022 عدد اعضای خلاصی کسایی که عضو بودن عضو کلیسای کاتولیک بودن بالغ بود مر 20 ممایز 9 میلیون از بالغ منظورم اینه <applause> رومیش کاتولیش هم میگن آره کاتولیش اما رومیش کاتولیش نیست ریشتیش

نوزم میلیون هم چی هستن پروتستان هستن اوانگیلیش از اونگیلیوم میاد اونگیلیوم کتاب و گفته خدا هستش خب اونگیلیش میگن کتولیش نمیدونم از کجا میادش و اوانگیلیش پروتستانت هم میگن پروتستانت ها کسایی بودن که پروتست کردن مخالف بودن معترض بودن به رومیش کاتولیک کرکه واسه همین اسمشون پروتستان

خب ما انگهرن راجع به انگهرن میخوایم بگیم میگیم که قمر از اینکه دور بر تا به خودم بیام به میش نیش اومزا یعنی که وقتی دور رو خودتون نگاه میکنیم به زیزش که به خودتون میایم دیگه به میش نیش اومزا قبل که به خودم بیام گهورت ایش این کریستش زکتن تا اومدم به خودم بیام دیدم متعلق به یه دونه از این فرقه های مسیحی مز... شدم منو بردن گول زدن بردن آنجا مسیح میکردن مثلا دی ویزنزیشن الیمنت زینر ورک گهرن شون دیم فرویون دی زیبزنده دی یا هوندت ان از آن گهرن میتونیم در مورد هنر و این چیزان بگیم بگیم اصل کار الیمنت یا الیمان های نوشته های اون فرق، که نه فقط هم نوشته نیست، ممکن که باشه، ممکنه اه اه چی میگم مجسمه سازی باشه، همه چی میتونه، موزیک میتونه باشه، هنره، بالاخره در چارچوب هنره، متعلق، از angehören, متعلق به قرن 11 بودن. پس این angehören به چیز زمان هم میتونه باشه. خب انگ angehörige میشه یمند Jemand, der zu einer bestimmten Gruppe gehört, Mutale, ähm, Romahastisch. Oder alle Point-Point-Terminen Zugehörigen, angehören. Jemand, der durch die Verwandtschaft zu einer bestimmten Gruppe gehört, der ist auch Angehörige. Was mich hin, ich unterstütze, ich unterstütze, ich unterstütze meine Angehörigen finanziell, man, اقوام خودم رو از نظر مالی بهشون کمک میکنم حالا پدر مادر بردر خواهر به سی من انگهوریگه اینها گهورن من فامیلی ان. از این گروپه، دیزه گروپه اسم من فامیلی انگهوریگه فامیلی هم انگهوریگه یه من در دوش زنه تیتیش تو این بشتیم گروپه گروپ گهورت دس ایس آخ انگهوریگه مثلا دی انگهوریگن دس بتریبس دی انگهوریگن دس فرعنس دی انگهوریگن دس آرمه یعنی بیاید اینا همه اعضا کارمندا کارگرها متعلق به اون کارگاه هستن به اون فرعین هستن انجمن هستن یا به ارتش یا به پلیس اینم این هم میشه گفت. بعدم داریم کلمه انگهریشکایت انگهریشکایت یعنی تعلق هستش اون دستمان اتفاستافی توت اسمان انگهریشکایت از ببینید ما موقعی که مثلا میگیم شتاس انگیزش کرد آها اینو می‌خواستم شما یا بعضیا میان میان میگن بعضی ها سوال پیش میاد فرق سو گهریشکایت و سو چی هستش ان هستش موقعی که شما کاری لازم نیست بکنید ولی متعلق به اون جریان هستین اون دست من اتواس دافی تور من شتاس انگیزش به دنیا اومدید توی کشور ایران افغانستان Äh, afghanische oder iranische Staatsangehörigkeit. Aber Zugehörigkeit ist eher, eher freiwillig. Zum Beispiel, ich gehöre der Kirche zu, ich gehöre äh, einem Verein zu. Also Vereinszugehörigkeit oder Kirchenzugehörigkeit. Schon mal in Zugehörigkeit und mit also ich bin dann gehöre ich das nicht mehr zu. Deine Staatsangehörigkeit können Sie auch verlassen, wenn Sie wollen. Das geht schon. Mit, mit von einem Milliarde am Tag, Tage bekommen. ولی خب فرق این دوتا رو شنیدید بدونید تقریبا فرقشون خیلی نامحسوس هست سوزویش و اندرویدش یه فرق کچولی دارد. اینم گفتم از این ب... بگم اینم مفید هستش جفتشون میتونید استفاده کنید ولی باید ببینید در طول زمان مرور زمان بیشه انگلویدش میگن یا سوزویدش کارید میگن به کجا به چی میخوره اوکی دوستان عزیز موفق باشین تا ویدیوهای بعدی و ادامه میدیم